یکی از بزرگترین مگاپروژه‌های مهم و حیاتی در افغانستان، پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل پایتخت افغانستان است. این پروژه مهم آبرسانی 12 سال پیش توسط حکومت پیشین طراحی و برنامه ریزی شده بود و قرار بود سالانه 100 میلیون متر مکعب آب از دریای پنجشیر به کابل انتقال داده شود و از این آب بیش از 2.5 میلیون نفر در پایتخت بهره‌مند خواهد شد. شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان در مقایسه با دیگر ولایت‌ها به خاطر داشتن امکانات رفاهی و فرصت‌های کاری در 2 دهه آخر شاهد مهاجرت گسترده مردم از سایر نقاط افغانستان بوده است و کارشناسان آبرسانی ظرفیت آبی این شهر را با جمعیت کنونی آن سازگار نمی‌داند. و این موضوع سبب شده است که آب‌های زیرزمینی با کندن چاه‌ها در منازل مسکونی و شکل بی‌رویه مورد استفاده قرار گیرد که در برخی از نقاط پایتخت تا عمق 150 متر هم سطح آب پایین رفته است و از این رو باشندگان کابل برای به دست آوردن آب خوردن از بام تا شام در صف‌های طولانی در انتظار آب است و این پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل برای باشندگان پایتخت بسیار مهم و حیاتی می باشد که متاسفانه این پروژه در زمان حکومت پیشین عملی نشد و حالا پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست یک هیئت بلند رتبه برای عملی ساختن پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل بحث کرده است و گفته می شود در این نشست روی نهایی سازی و غنامندی طرح انتقال آب از دریای پنجشیر و بند شاه عروس جهت تامین آب آشامیدنی شهروندان کابل گفتگو کرده است و بر اساس گفته های ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست این پروژه مهم آبرسانی به زودترین فرصت با هزینه 3 میلیون دلار توسط شرکت های خصوصی و دولتی آغاز خواهد شد و این پروژه مهم آبرسانی برای باشندگان پایتخت بسیار امیدوار کننده خواهد بود. با امید یک افغانستان آباد و سربلند.